I really want to support my words and the support of the order of the actions taking place by our company. من میخوام که همینطور مراتب حمایت خودم رو از حرکت هایی و قدم هایی که شرکت ما برداشته از زمان تیک آف بلند شدن هواپیما از تهران ابراز کنم. در حال حاضر حتی در این بیانیه‌ای که ایران منتشر کرده یک اشاره‌ای هست به صورت تلویحی که میگه که خدمه ما کاری رو به طور مستقل و سر خود و به صورت غیر قابل به صورت ناصحیح انجام داده، کاری رو انجام داده که نباید انجام میداده. و حالا میخوام که از ایگور اینجا بپرسم اونجا در آسمان تهران چه اتفاقی داشت میافتاد در لحظه تیک آف و بعد از اون. این نکته خیلی مهمی برای ما. ایگور سوسنوفسکی هستم، معاون خطوط هواپیمایی بین المللی اوکراین. 27 سال من در این شرکت کار کردم. بیش از 20 ساله که مسئول عملیات پرواز هستم و همونطور که شنیدین شرکت ما یک کارنامه بسیار درخشانی در زمینه امنیت پرواز داره و ما همه کار میکنیم، تمام تلاش خودمون رو به کار میگیریم که امنیت پرواز رو تأمین کنیم و فضای ایجاد کنیم که کارکنان ما و مسافران ما در امنیت پرواز کنن. طبیعتاً خدمه پرواز نقش خیلی مهمی دارن در پرواز و من میخوام که یک بار دیگه به شما اعلام کنم، یک بار دیگه میخوام نام کسانی که در این خدمه پرواز شرکت داشتن، عضو خدمه پرواز ما بودن، میخوام اسم همه اونا رو براتون ذکر کنم. خلبان اول ما، کمک خلبان ما، اینها ده ها و صد ها ساعت تجربه کاری داشتن، ساعت پرواز داشتن، از خلبان، از کمک خلبان تا تک تک مهمانداران ما. بعضی از اونها، حتی بعضی از مهمانداران ما برنده مسابقه و کنکور خلبانی شده بودن و قرار بود که بعد در آینده به عنوان خلبان شروع به کار کنن. یک بار دیگه باید ذکر کنم که صدها بلکه هزاران ساعت تجربه پروازی داشتن بعضی از اعضای خدمه ما و سالها تجربه کاری داشتن. ما هفته پنج پرواز به تهران داشتیم، بنابراین این پرواز پرواز تازه‌ای نبود، تجربه تازه‌ای برای اونها نبود، هیچ وظیفه جدیدی در این پرواز نداشتن. این یک پرواز متعارف و عادی و معمول بوده بین تهران و کیف و کسانی که وارد سوار هواپیما شدن آمادگی لازم رو داشتن، اجازه گرفتن که موتور هواپیما رو به کار بندازن، اجازه تاکسی داشتن، اجازه ادامه پرواز داشتن و برخلاف بیانیه‌ای که ایران صادر کرده خیلی روشن به اونها ابلاغ شده که میتونستن پرواز کنن و مطابق با اون مجوزی که به اونها داده شده برای پرواز عمل کردن. در چنین شرایطی و در چنین عصر اطلاعاتی واقعا احمقانه است که کسی بخواد چیز رو پنهان کنه، مخفی کنه. و ما اینجا هیچ کدوم نیاز به ضبط کننده صدای کابین خلبان نداریم یا نیاز به چیز دیگه نداریم که بهش نگاه کنیم. ما همچنان گفتگویی که پرسنل ما با برج مراقبت انجام داده رو در اختیار داریم که میتونه نشون بده که پرسنل ما هیچ خطایی مرتکب نشده و این کاملا قابل استناد هست. اگر اجازه بدید میخوام به شما اجازه بدم چند تا از شما خواهش کنم چند تا اسلاید رو با هم دیگه ببینیم. این سلاید به شما تیک آف در فرودگاه تهران رو از جانب شرکت‌های هواپیمایی دیگه نشون میده. مثلا پرواز قطر رو دارین.
این پرواز دیگه ای هست که میتونیم به شما نشون بدیم. میدونید تک تک این پروازها رو میبینید که قبل از پرواز ما انجام شده. بنابراین میبینید که پرواز ما دقیقا داره روی همون خطی که دیگران پرواز کردن پرواز میکنه. این مسیر حرکت تمام پروازهای دیگری است که اون روز همون روز 8 ژانویه از فرودگاه تهران تیک آف کردن. باز برای اطلاع شما میبینید که پرواز PS752 هست که میبینید تمام پروازهای PS752 است که در فاصله زمانی 2 نوامبر تا 8 ژانویه انجام شده. میبینید حتی یک دونه از این پروازها از مسیر متداول خودش منحرف نشده که کسی بخواد بگه که این پرواز کاری کرده جایی رفته که نباید میرفته. اسلاید بعدی لطفاً. بله میشه ارتفاع هم نشون بدیم. این مسیر کوریدور پروازی ما هست در ارتفاعات. باز اینجا این خط قرمزی که میبینید پرواز اون روز خاص هست، روز 8 ژانویه، پرواز PS752. میبینید که این کار واقعا دانش خیلی پیچیده ای نمیخواد که همچین اسلایدی طراحی کنیم و خیلی راحت میشه این اسلاید رو مشاهده کرد و بهش استناد کرد. الان جدول میبینید از تمام پروازهایی که قبل از پرواز ما انجام شده همون روز. اگر به تعداد پروازها و زمان عزیمت اونها نگاه کنید میبینید قبل از ما پرواز قطر رو داریم و پروازهای دیگر رو داریم ساعت 9:55 و یک شرکت دیگه و میبینید که فرودگاه کاملا باز بوده و داره با ظرفیت کامل خودش فعالیت میکنه. زمان طبیعتا زمان مرکزی اروپا است. بنابراین ما هیچ هشداری نه از دولت اوکراین نه از دولت ایران دریافت نکردیم در ارتباط با بسته شدن فرودگاه. هیچ گونه پیامی به ما ندادن، هیچ نوع پیامی به ما ندادن، هیچ هشداری به ما ندادن. فرودگاه همچنان کارش رو ادامه داده هر روز و این بنابراین بحث مسئله اینه که چرا ایران باید همچین موشکهایی رو پرتاب کنه در حالی که چیزی به ما گفته نشده. حتی بعد یک ساعت و یک ساعت و نیم بعد از پرواز ما هم دو شرکت ایرانی پرواز کردن، از این فرودگاه تیک آف کردن و همونطور که در این جدول میبینید هیچ فعالیت فرودگاه مختل نشده. من نمیخوام زیادی صریح باشم ولی همچنان باید اینو بگم که ما همچنان در کنار رئیس جمهور کشورمون آقای زلنسکی میستیم، همونطور که او خواسته از دولت ایران که کاملا حقیقت رو روشن کنه. بدون هیچ پیش شرطی باید پاسخ و پاسخگوی کامل داشته باشن، مسئولیت رو به صورت کامل بپذیرن که چه اتفاقی اینجا افتاده، چه اتفاقی برای این مردم افتاده. خدمه ما خدمه مجربی بودند و مسلط بودند به کار خودشون، خونسردی خودشون رو حفظ کردن و حالا ما میخوایم کار کنیم تا بهترین پاسخ رو به این سوال ها پیدا کنیم. ما بیش از 400 خلبان داریم، بیش از 4000 خدمه پرواز داریم و اونا همچنان ادامه خواهند داد به خدمت خودشون با عالی ترین استانداردها. متشکرم ایگور. یک کنفرانس خبری رو شاهد بودیم از طرف خطوط هوایی اوکراین که به صورت جزئی در مورد این پرواز توضیح میدادن و بسیاری از سوالاتی که همه ما داشتیم در این جلسه پاسخ گرفت. اجازه بدید بریم به کیف با حسین معینی صحبت بکنیم، خلبان هواپیمای اوکراین ایرلاین که دو روز قبل از سقوط این هواپیما با همین هواپیمای بوئینگ به کیف پرواز کرده بود. آقای معینی من متاسف هستم، میدونم که شما همکارانتون از دست دادین، احتمالاً اوضاع روحی خوبی هم ندارید، اما میخوام اول واکنش شما رو به این خبر بشنوم. شما از اول چه حسی داشتید نسبت به این سقوط؟ آیا فکر میکردید این اتفاق افتاده باشه؟ سلام، یه بار دیگه میخوام تسلیت بگم خدمت کسانی که دوستان آشناهان و همکارانشون هستن تو این پرواز. ما واقعا سه روز خیلی سختی داشتیم
فکر کنم دفعه اولی که من با همکار شما صحبت کردم همون دفعه گفتم که این احتمال خیلی قویه، چون ما یه سری شواهدی که داشتیم اینو نشون میداد، اما خب ما به قاطعیت قطعا نمیتونستیم بگیم تا موقعی که دسترسی نشته باشیم به جعبه سیاه و اطلاعات دیگه که هست توی ایران. خبر رسانی مقدار با مشکل روبرو هست، اطلاعات خیلی دیر میاد و خیلی کم میاد، اما با همون عکسای اولیه که دیده بودیم متاسفانه از فیوزیلاژ هواپیما و یک سوراخی بود که میگفتن سوراخ ترکش، حالا کسایی که حالا یک سری آموزش‌های نظامی داشتن اینو بیشتر تاکید میکردن که اینا جای ترکش است. سوال دیگه ای هم بود که گفتن، قبلا هم گفتیم در مورد اینکه هواپیما با نقص فنی یک موتور امکان سقوطش نیست، امکان نداره که موتور هواپیما آتیش بگیره و کنترل هواپیما یک بار دست بره، و این خیلی چیزا بود که نشون میداد که واقعا یه اتفاقی افتاده، یک به نظر میاد که ارتباط ما آیه ماینی شما صدای من رو دارید؟ به نظر میاد که خط ما خیلی خط با کیفیتی نیست. اما اجازه بدین یه سوال دیگه هم از شما بپرسم. در این کنفرانس خبری که همین دقایقی پیش به پایان رسید، مسئولان خطوط هوایی اوکراین گفتند که این در واقع با تصاویری با نمودارهایی به روشنی گفتند که هواپیما در خطی حرکت کرده که بسیاری از هواپیماهای دیگر اون شب حرکت می‌کردند و با مسیری که هر بار داشته هیچ فرقی نداشته. شما ممکنه کمی در مورد این مسیر به ما بگید؟ چون در بیانیه‌ای که ایران صادر کرده میگه که این هواپیما به نوعی از نزدیک این پایگاه رد می شده و احساس خطر کرده اون کسی که پشت پدافند بوده. خب این که قطعا یک حرف اشتباهیه و واقعا باعث آزرد شدن خیلی از خلبان هم شده این مسئله تو اینجا، که هر کسی که یک مقدار تخصص داشته باشه در مورد هوانوردی و خلبانی می دونه که ما امکان نداره در مسیری پرواز کنیم که بهمون یا اجازهش از طرف زمین و کنترل روی زمین نداده شده باشه، یا اینکه استانداردی نباشه. ما یه سری نقشه های هوایی داریم که قبل از پرواز با ما اعلام میشه که از طرف از با این نقشه پروازی باید پرواز کنیم. یه سری استاندارده، یعنی چیزایی که از خیلی سیکرتی هم نیست و همه بر اساس اونا پرواز میکنن، نه فقط ایرلاین ما، همه ایرلاین ها. اگر از اونم بخوایم منحرف بشیم فقط با اجازه سی و کنترل روی زمین هست، که شاید حالا برای اینکه جو هوایی خراب باشه یا حالا هر دلیل دیگه مثلا ما رو منحرف کنن به چپ یا راست و با اجازه، و خلبان خودشون به خودی خود امکان نداره که جا به جا کنن و مسیر پروازی بدن. آقای معینی یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم. در این کنفرانس خبری که باز صحبتش شد گفته شد که مسئولیت این که ممنوعیت پرواز صادر بشه به عهده اون کشوری هست که در واقع پروازها ازش انجام میشه. شما آشنا هستید به قوانین بین المللی، در این مورد چه کسانی باید مسئول هستن که آیا پروازهای مسافری اجازه پرواز داشته باشن یا نه؟ مثلا در حال حاضر می‌دونیم که بسیاری از ایرلاین‌های اروپایی پروازشون رو به ایران فعلا معلق کردن. بله، در کل در مرحله اول این نوتیفیکیشن داده میشه توسط اون مکان یا اون کشوری که یه اتفاقی داره درش میفته. اگر برفرض بعد وقت پیش میاد حتی تو خود اوکراین هم یه سری آموزش‌های موشکی اوکراین ما اطلاع رسانی میکنیم و ایرلاین های خود اوکراین یا دیگه ایرلاین ها مسیر دادن و یه فاصله خیلی زیاد امنی از اون آموزش های موشکی میگیرن. برفرض این یه چیز متداول در همه دنیا. واقعیتش اینه که خلبان های برفرض دارن اوکراین اینترنشنال و دیگران
من اجازه میخوام عذرخواهی بکنم به دلیل کیفیت بد خط ارتباطی ما با حسین معینی، کاپیتان حسین معینی خلبانی که دو روز قبل از سقوط با همین هواپیما پرواز کرده بود از خطوط هوایی اوکراین ایرلاین. میخوام شما رو در جریان صحبت‌های امیرعلی حاجی‌زاده بذارم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هواپیمای سپاه پاسداران اعلام کرده که همه مسئولیت‌های سقوط رو او میپذیره. او گفته که این اتفاق به خاطر تصمیم جولانه و اشتباه یک فرد رخ داده. آقای حاجی‌زاده گفته که شب حادثه وضعیت آمادگی در شرایط جنگی وجود داشت که بالاترین سطح آمادگی. بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیماهای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. امیرعلی حاجی‌زاده همچنین در پاسخ به دلیل متوقف نشدن پروازهای مسافربری با اشاره به وضعیت آماده باش گفت که تعلیق پروازها وظیفه سپاه نبوده. ببینید تو بخش هوانوردیش اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده. یعنی هر مشکلی هست به نیروی مسلح برمیگرده. این خبط و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیروی مسلح، در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و اینا هیچ قصوری، هیچ تقصیری اونا ندارن، هیچ گناهی ندارن. اگر از اونها ما می‌خواستیم، یعنی چون وظیفه ما نبوده، مسئول این بخش کسان دیگه‌ای بودن، اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی می‌کردن. همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی می‌کردم و داشتم کنترل می‌کردم، تو این بخش هم عزیزان دیگه‌ای مسئول بودن و اونها باید این کارا رو می‌کردن. منتها این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ رو انجام بده و متأسفانه این حادثه رخ داد. صحبت‌های فرمانده هوافضای سپاه پاسداران رو می‌شنیدیم. پویا قربانی همکارم شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. پویا، واکنش‌های زیادی بود به همین حرف‌های آقای حاجی‌زاده، به خصوص که او دائم از یک فردی صحبت می‌کنه که اسمش هم نمی‌بره. فرناز، واکنش‌ها رو من می‌تونم بگم که خشم از دروغ و پنهانکاری چیزی که خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی رو به جایی رسونده که به تمام مواضع رسمی که در پی همچین فجایعی اتخاذ شده توسط مقامات جمهوری اسلامی شک کنن، الان به دیده شک بنگرن. همین سخنان آقای حاجی‌زاده به نظر می‌رسید که بعضی فکر می‌کردن که نقطه عطفی این اعتراف به نقش داشتن، اما در همین حرفایی هم که ایشون زدن بعضی از کاربرا اشاره کردن که باز هم اونجا هم دروغ گفته شده، از جمله اینکه موشک کروز اشاره کردن که اشتباهه. مگه موشک کروز اوج میگیره؟ موشک کروز اگر شلیک شده باشه به سمت هدف ارتفاعش کم میشه. یا اینکه گفته بودن که این سامانه پدافند 12 شب مستقر شده، در صورتی که بعضی از کاربران که مطلع هستن از امور پدافندی و نظامی گفتن که اون سامانه اونجا وجود داشته از قبل، سالها اونجا بوده و اشاره کردن که قرنطینه بوده، این دلیل این شده که این اطلاع رسانی صورت نگیره. اما حالا بعضیا میگن که ایشون وقتی که روز پنجشنبه بعد از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و اینو به شکل یک افتخار و فتح عنوان کرد، همون موقع میدونسته که هواپیمای ایرانی به دلیل اصابت پدافند هوایی سپاه سرنگون شده. اما فقط اون، حتی شخص اول مملکت هم گفته میشه که در سخنرانی به احتمال خیلی قوی میدونسته که این اتفاق افتاده، حتی تسلیت هم نگفته بابت کشته شدن این افراد. حالا این بحث رو فرناز میبره یه جای دیگه. تلاش‌های من دیدم که بعضیا میگن که داره از سمت به هر حال افراد نزدیک به بدنه حکومت جمهوری اسلامی شکل میگیره برای تطهیر آیت الله خامنه ای، از جمله مثل بقیه موارد که عنوان میشه که آقا نمیدونستن، آقا به محض اینکه. اما چیزی که مطرحه یه نکته ترسناکه که
کاربرا بهش اشاره میکنن. اگر این پرواز داخلی بود چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی ها این رو اشاره میکنن، میگن اگر که در واقع شهروندان کانادایی در این پرواز نبودند یا شهروندان سوئدی و اوکراینی و غیره که اونها بخوان فشار بیارن به دولت و حکومت ایران، آیا ممکن بود که این نتیجه الان اعلام بشه؟ این نکته دیگه ای که از نقش در حقیقت فشار خارجی اشاره میکنن. پس شبکه‌های اجتماعی رو ما داریم، جریان آزاد اطلاع رسانی و پرسشگری رسانه‌ها رو داریم و فشار خارجی داریم که در حقیقت مجبور به نظر میرسه که مجبور شد اعتراف کنه جمهوری اسلامی به اینکه نقش داشته. و همطور که گفتم این از مزایای جریان آزاد اطلاع رسانیه.